درود به رفقای عزیزم، آرش آردفروشان هستم با یک جلسه دیگه آموزش گیتار پاپ و آواز. بچه ها جلسه 51 ترم جدید، بهتون تبریک میگم که تا اینجا با من جلو اومدین از صفر و خیلی خوشحالم که با من همراهین. این جلسه میخوام برم سراغ اون ریتمی که فکر کنم 2-3 ترمه که میگین خب اصلا که یاد میدی، اصلا همچین آهنگایی رو میشه با گیتار زد. میان دایرکت من میگی مثلا آرش آهنگ شرم شب پرم مثلا تو این زمونه، مثلا آهنگ شاد، نمیدونم کی بهتر از تو از عارف، آهنگای شاد، کلا آهنگای مهمونی میتونیم با گیتار بزنیم. اصلا گیتار سازی هست که بتونی بزنی مثلا یه عده باهاش خوشحالی کنن، برقصن و کیف کنن. آره چرا که نه. سال 2017 میرید با یاد دادم یه عالم آهنگ 6-8 زدیم با هم دیگه و کیف کردیم. حتی چند وقت پیش فکر کنم پارسال یا پیارسال، نمیدونم واقعا زمان دستم در رفته، آهنگ زن زیبا رو روز زن زدم از ویگن و لباس صورتی پوشیده بودم. اگه یادتون باشه بچه‌هایی که از قدیم با منن و کاملا آهنگ رقص بود، یعنی فکر کنم همتون به رقص اومده بودین، از کامنت ها و شکلک هایی که میذاشتین معلوم بود. این ترم میخوایم در مورد ریتم 6-8 شاد صحبت کنیم، میخوایم ملودیای خوشگل یاد بدیم، میخوایم حسای آهنگای خوشگل یاد بگیریم، یاد بدیم، نه یاد بدم، یاد بگیریم. بریم سراغش. بچه ها این ریتم 6-8 رو اگه جایی دیدین بدونین طرف من یاد گرفته. چون این ریتم من خودم ساختم. این ریتم تفاوت داره با ریتم‌های 6-8 که بچه ها اساتید دیگه آموزش میدن و خودشون مینوازن. معمولا ریتما رو از بالا به پایین شروع میکنن، اما من خودم حالا نمیدونم چند دهه قبل بود که این ریتمو که ساختم از پایین به بالا شروع کردم. چرا؟ چون احساس کردم میشه خیلی بیشتر پاساژ و اکت و اینا درگیرش کرد. حالا بهتون میگم. بریم اول یاد بگیریمش، وقتی بنوازیدش متوجه میشین دلیل این کار من چی بوده. لامینور گرفتم با دست چپم، یه لامینور میگیریم راحت که ساده باشه بتونیم تمرین کنیم، صدای خوبی بده گیتارمون. پی از پایین به بالا بچه‌ها، یه جورایی از سیم 1 به بالا ضربه میزنید. نگاه کنید به همین سادگی. حتی میتونید از مچتون هم یه ذره استفاده کنید، بچرخونیدش، اب نداره تو این ریتم از مچ استفاده کنیم یه کمی. خب وقتی پی رو زدیم بالا، همون موقع آیو میاریم پایین، بازم رو همون 3-4 تا سیم پایینی، خیلی رو سیمای بالا نمیام. پس پی میره بالا، آی میاد پایین، این دو ضرب اولمونه. درسته؟ کلا بچه‌ها این ریتم شکلیه، بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین، 3 تا ضربه بالا، 3 تا ضربه پایین به ترتیب پشت سر هم. ضربه اول پی میره بالا، ضربه دوم آی میره پایین، ضربه سوم دوباره پی میاد بالا. پس 3 تا ضربه اولش خیلی ساده است. 1 2 3، 1 2 3، بالا پایین بالا، پی آی پی. این 3 ضربه اوله. وقتی 3 ضربه اول خوب یاد گرفتیم اینجوری پشت سر هم بزنیم، ضربه چهارم رو اضافه می‌کنیم. ضرب چهارم یه آپاگادو با ام آ بزنیم یا با آی بزنیم هیچ فرقی نداره. پی بالا آی پایین، پی بالا آپاگادو، پی بالا آی پایین، پی بالا آپاگادو. 1 2 3 4. دو تا ضربه دیگه مونده که خیلی آسونه. ضرب پنجممون وقتی که ام آپاگادو رو زدیم طبق معمول یه آی میاد بالا، پس پی بالا آی پایین، پی بالا آپاگادو. و ضرب آخرمون، ضرب شیشمون که میخوایم اضافه کنیم، یا همون آیه که اومد بالا همونجوری ساده میره پایین به همین راحتی. پی بالا آی پایین، پی بالا آپاگادو، آی بالا آی پایین. حالا یه مترونوم 6 ضربی بچه‌ها بذارین، یه 6-8، بعد یه تمپو خیلی پایین، یه همچین تمپویی، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. من براتون رو صفحه میذارم از چه تمپویی شروع کنید، از چه مترونومی شروع کنید، چه عددی بذارید، بعد 5 تا 10 تا بیاین بالا، 2 3 4 5 6. مثلا 2-3 روز دیگه سرعت 2 میشه. این عجله نکنید، تندش کنید خراب میشه. رسیدیم به این 2-3 روز دیگه است. حالا میخوایم بریم 2-3 روز بعد دوباره تمرین کنیم، یه ذره تندتر شده و بعد از 1 الی 2 هفته سرعتمون اینه. یک دو سه چهار پنج شیش. بسیار ریتم خوشگلیه بچه ها. بسیار آهنگای باحالی میشه باش زد. مثلا تو این زمونه عشق نمیمونه، یا مثلا میگه مثلا هم صدای خوبم بخون تا بخونم. حالا من دارم آهنگای قدیمی میزنم و آهنگای جدید هم میشه باهاش زد. من فکر کنم دریای گرشار هم با این ریتم اجرا کردم، آکوردش هم گذاشتم. اما عجله نکنید، یه عالمه میخوام آهنگ و ملودی بهتون یاد بدم. فعلا فقط ریتم رو تمرین کنید. خب رفقا، فرض رو بر این میگیریم که شما ریتم رو به صورت ساده یاد گرفتین، یعنی دارین این شکلی بدون مکث اجرا میکنید. یعنی اگه به این اجرا، به این شکل ریتم نرسیدیم، هنوز نباید عجله کنین ها. نرین یه وقت سراغ آکورد. خب آکورد عوض کردن، اول اینو قشنگ روی آکورد تمیز یاد بگیرین. حالا نکته آکورد عوض کردن این ریتم از همه چی مهمتره. اصلا سمت خوندن نریم بچه‌ها، تا زمانی که اول ریتم یاد نگرفتیم، بعد نتونستیم با اون ریتم بدون ایست و بدون توقف و خط و خش به قول معروف آکورد عوض کنین. آکورد هم که عوض می‌کنیم بچه‌ها، الان میگم دو تا آکورد راحت، لا مینور می ماژور، همین دوتا فعلا. نگاه کنید بچه‌ها خیلی مهمه. 1 2 3 4 5 6 رو که زدیم، قبل از اینکه پی بیاد بالا بعد آکورد عوض شه بدون مکس. نگاه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 یه تکرار 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 رو که زدم، اینجا موقع عوض کردن آکورده. خیلی تایممو کوتاهه، دارم میزنم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تمام هنرجوهای من بلا استثنا یا این ریتم رو یاد میگرفتن راحت، یا اینکه اینجا گیر میکردن. یعنی موقع تعویض آکورد روی ضرب پایین اشتباهی آکورد عوض میکردن. قبل از ضرب اول به سمت بالا بعد آکورد عوض بشه. این خیلی مهمه بچه‌ها، این نکته این ریتمه، حواستون باشه. یعنی من دارم میگم پی بالا، آی پایین، پی بالا، ام آ آی آی، اینجا عوض میکنم بعد پیو میام بالا. تو ضرب پایین عوض نکنید، قبل از ضرب به سمت بالا، قبل از ضرب به سمت پایین رو آپاگادو عوض نکنید. اشتباه همه همینه، همه بلا استثنا. اونایی که نمیتونن، اونایی که میتونن هیچ. پس یه بار دیگه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. وقتی با این دوتا آکورد یاد گرفتین، حالا بیاین 4 تا آکورد اصلی لا سول فا می رو تمرین کنیم. میگیم لا مینور 2 تا میزنم، سول 2 تا میزنم، فا 2 تا میزنم، می 2 تا میزنم. حالا یکی لا مینور، سول ماژور، فا ماژور، می ماژور. این پاساژا رو بهتون یاد میدم، جلسات آتی یه عالمه پاساژ خوشگل با این ریتم بهتون یاد میدم. بزنید کیف کنید، حسابی تمرین کنید بچه‌ها. خواهشاً عجله نکنید، خواهشاً عجله نکنید. مهم کیفیت نوازندگیتونه. موفق باشید.